به نام خدا و بارز سلام. به تازه ترین رویدادهای خبری بلخ و شمال افغانستان خوش آمدید. امروز یک شنبه ده قوس سال 1398 خورشیدی که برابر می شود به اول دسامبر سال 2019 میلادی. در نخست سرخط خبرها. کشته شدن 21 جنگجوی طالب در ورسوالی مردیان ولایت جوزجان و 3 تن اتباعی ازبکستانی که در قالب طالبان فعالیت های توریستی داشتند همراه با 16 نفر از توریست های طالب که در مجموع 21 نفر میشه در اینجا کشته شده. کمینی طالبان در شاهراه کندوز تخار جان 9 سرباز ارتش را گرفت. و امضای قرارداد ساخت یک دیوار استنادی به ارزش $1,000,000 در ولایت بلخ. پروژه در جای تطبیق میشه که مساله در اثر سرازیر شدن سیلاب و بالا آمدن آب مسیر دریای مزار در ایسوف زیر تخریب قرار می گرفت. مشروع خبرها. مقام های امنیتی در شمال از کشته شدن 21 جنگجوی طالب در ولایت جوزجان خبر می دهند. قل اردوی 209 شاهین در شمال می گوید دو فرمانده کلیدی طالبان به نام های قاری امان‌الله و قاری آقا نظر با 3 تبعی ازبکستان در میان کشته شدگان هستند. گفته می شود در اثر این درگیری در ولسوالی مردیان 4 نیروی امنیتی کشته و 3 تن دیگر آنان زخم برداشتند. 2 تن از فرمانده های کلیدی طالبا به نام قاری امان‌الله و قاری آقا نظر و 3 تن اتباعی ازبکستانی که در قالب طالبا فعالیت های توریستی داشتند همراه با 16 نفر از توریست های طالب که در مجموع 21 نفر می شود اینجا کشته شدند، 7 نفر دیگر هم زخمی و درگیری پس از 3 ساعت با نیروهای امنیتی منجر به شکست دشمن شدند و متاسفانه در این درگیری ها 4 نفر از منصوبین نیروهای امنیتی با هم جام شهادت نوشیدند و 3 نفر دیگر زخمی شدند. قرارداد ساخت 1.5 کیلومتر دیوار استنادی به هزینه بیش از $1,000,000 میان ریاست بازسازی و انکشاف دهات ولایت بلخ و کشور آلمان به امضا رسید. این دیوار استنادی در شرق دریای ولسوالی شولگره ساخته می شود و به گفته مسئولان کار اعمار آن 6 ماه طول خواهد کشید. امضای قرارداد همکاری میان ریاست بازسازی و انکشاف دهات ولایت بلخ و وزارت همکاری‌های اقتصادی و انکشافی جمهوری فدرال آلمان برای ساخت یک دیوار استنادی در ولسوالی شولگره ولایت بلخ. رئیس بازسازی و انکشاف دهات ولایت بلخ میگوید ساخت 1.5 کیلومتر دیوار استنادی در شرق دریای ولسوالی شولگره ولایت بلخ بیش از $1,000,000 هزینه دارد که با امضای این قرارداد تا 6 ماه آینده کار آن تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. این پروژه در جای تطبیق میشه که مساله در اثر سرازیر شدن سیلاب و بالا آمدن آب مسیر دریای مزار در ایسوف زیر تخریب قرار می گرفت، همچنان خانه های مسکونی مردم که خوشبختانه با تطبیق این پروژه او مناطق امن میشه از نگاه آسیب پذیری سیلاب ها و در ضمن به تعداد 24,000 نفر مستقیما از این پروژه مستفید میشه. در همین حال محمد اسحاق رهگذر والی بلخ از همکاری های کشور آلمان در بخش های مختلف بر این ولایت ستایش میکند. تشکری و سپاس میکنم و نهایت خوش است که امروز در یک مجلسی که با مناسبت عقد قرارداد یک دیوار استنادی که قسمی که پیشتر گفتم در ولسوالی شولگر در سایه عبدالرحیم زی که لحظات بعد این به امضا میرسم در این اشتراک دارم. اگر این 40 کشوری که آمده بود مثل دوستای آلمانی ما برای ما کشورهای 39 دیگه شما این رقم کار میکرد، ما امروز واقعا در جمله کشورهای پیشرفته تقریبا انکشاف یافته دنیا قرار میگرفتیم. باشندگان ولسوالی شولگره ولایت بلخ میگویند با ساخت این دیوار استنادی بخش عظیمی از مشکلاتشان مرفوع میگردد. در وقت سیلخیزی خیلی مردم ما زحمت متقابل میشه، خانهش تخریب میشه، زمین های زراعتیش بیخی با کلی از بین میره. حتی وقتی که پروژه و امثالشان تطبیق شوه اما امیدوار هستم که مردم ما مسئولیت از هر نگاه فایده میکنه و در تنظیم و مدیریت آو یک همکاری خوب صورت میگیره. امی پروژه که فعلا دما مردم ساخته میشه تقریبا به
صدها جریب زمین زراعتی از سیلاب تخریب سیلابها نجات پیدا میکنه. ساخت دیوارهای استنادی، اسفالت و جغل اندازی جاده ها، ساخت مکاتب و کلینیک ها و نیز حفر چاهای آب آشامیدنی بخش از فعالیت ریاست بازسازی و انکشاف دهات ولایت بلخ بوده است که در این ولایت در حال اجرا است. نمایشگاه فرآورده‌های زراعتی و تولیدات داخلی که برای 3 روز در شهر مزار شریف برگزار شده بود پایان یافت. مسئولان در اتاق تجارت و صنایع بلخ میگویند این نمایشگاه برای معرفی و فروش محصولات داخلی در بیش از 50 غرفه برای 3 روز در شهر مزار شریف برگزار شده بود. نمایشگاه محصولات داخلی اینجا در شهر مزار شریف. در این نمایشگاه زیر یک سقف از فراورده های زراعتی تا صنایع دستی و محصولات خارجی در بیش از 50 غرفه در دید بازدید کنندگان قرار داده شده است. مسئولان در اتاقهای تجارت و صنایع بلخ هدف از راه اندازی این نمایشگاه را فراهم سازی زمینه های فروش به تولیدات داخلی کشور بیان می کنند. نمایشگاه زراعتی صنعتی تجارتی ولایت بلخ ما به مدت 3 روز بود که از 7 قوس تا امروز 9 قوس است که بیشتر از 60 غرفه تولیدات زراعتی صنعتی تجارتی از ولایات مختلف افغانستان اینجا به نمایش گذاشته شد. بیشترش تولیدات زراعتی بود و صنعتی بود که تولیدات خود از ولایات های مختلف به نمایش گذاشتند تا بتوانند همشهریان عزیز ما در ولایت بلخ تولیداتی که در افغانستان تولید میشن آشنایی پیدا کنند. اشتراک کنندگان در این نمایشگاه از عدم توجه حکومت بر رشد محصولات داخلی انتقاد کرده بر فراهم سازی زمینه فروش محصولات داخلی در بیرون از کشور تاکید می کنند. مطالب تعداد زیاد از دکاندارا را بر خود به شکل امرای هزینه ما قرارداد امضا کردیم از پودر و از آش ما امیدوار هستیم که این پروگرام ها متداوم باشه، دوامدار باشه. 3 روزه نمایشگاه از اتاقای تجارت اینجا بود، دایر شده بود و مشکلات هندی بودجی مردم است، مردم بیکاری بسیار است و ما تولیدات اصل آورده بودیم. واقعا نمایشگاه می اصل هایی که بسیاری شناد واردات از طرف پاکستان است، ایران است وارد اینجا میشه. تعداد از شهروندان که از این نمایشگاه دیدن کردند، برگزاری این نمایشگاه ها را برای معرفی و رشد تولیدات داخلی مؤثر عنوان می کنند. ما از این نمایشگاه استقبال می کنیم به خاطر ظرفیت خانم ها، بلند بردن ظرفیت خانم ها و دیگری که به خاطر معرفی گرفتن همو صنایع دست خانم ها و به خاطر بلند بردن ظرفیت خانم ها. کارشان همیشه سرپوشیده ماندگیسته. وقتی که نمایشگاه ها میشه کلگی میبینه، کارتایشان هم میگیره، فرمایشات میته، هم رشد اقتصاد خانوادهشان میشه، هم رشد اقتصاد جامعی ما میشه. هرچند همه ساله نمایشگاه های زیاده برای بازاریابی تولیدات داخلی برگزار میشوند، تعداد از این غرفدارا میگویند اگر زمینه صادرات تولیدات داخلی و دیگر کشورها فراهم شود میتواند برای رشد تولیدات داخلی مفید واقع شود. مسئولان در اتاقهای تجارت و صنایع بلخ از تلاشها برای فراهم سازی بازار فروش بر تولیدات داخلی سخن میگویند. کشته شدن 9 سرباز ارتش در کنداز و چند رویداد مهم دیگر در نگاه زودگذر. 9 سرباز ارتش در یک کمین گروه طالبان در شهرهای کندز تخار جان باختند. گزارش ها حاکی است که 9 سرباز ارتش در یک کمین گروه طالبان در شهرهای کندز تخار جان باختند و 6 سرباز دیگر زخم برداشتند. گفته می شود این رویداد شنبه شب هنگامی رخ داد که یک کاروان نیروهای امنیتی با یک کمین گروه طالبان در این شهرها روبرو شد. تاکنون مقامات امنیتی در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. وزارت دفاع ملی در یک خبرنامه گفته است که گروهی از طالبان شب گذشته میخواستند که بالای پسته های نیروهای امنیتی در ولسوالی جوین ولایت فرا حمله کنند، اما پیش از حمله مورد هدف نیروهای امنیتی قرار گرفتند. این خبرنامه می افزاید در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی بالای گروه طالبان 9 طالب مسلح به شمول مولوی شمس الدین قمندان محلی طالبان در ولسوالی جوین کشته شدند و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. این خبرنامه همچنان افزود که در جریان این عملیات 2 اراده و سایت دهشت افغانان طالب در مربوطات ولسوالی جوین در نتیجه حملات هوایی تخریب گردیده است، اما گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند.
و دبیر کل ناتو در حاشیه نشست رهبران ناتو که قرار است به تاریخ 3 و 4 دسامبر در لندن برگزار شود میگوید طالبان باید به میز گفتگو حاضر شده و راه سازش واقعی را در پیش بگیرند. به گفته او بهترین راه برای اطمینان از یک توافق واقعی با طالبان ادامه کمک به نیروهای امنیتی افغانستان است. دبیر کل ناتو می افزاید از تمام تلاش هایی که منجر به یک توافق و کاهش خشونت ها در افغانستان شود استقبال می کنند. نیروهای ایران در تمرینات نظامی با روسیه و چین شرکت می کنند. فرماندهی قوای بحری ایران تاکید کرد که نیروهای بحری این کشور در تمرینات مشترک نظامی با روسیه و چین اشتراک خواهند کرد. فرماندهی قوای بحری ایران تاکید کرد که نیروهای بحری این کشور در تمرینات مشترک نظامی با روسیه و چین اشتراک خواهند کرد. مقام‌های قوای بحری ایران می‌گویند که مانورهای مشترک نظامی ایران با نیروهای بحری روسیه و چین از تاریخ 22 دسامبر الی 20 جنوری در اقیانوس هند آغاز می‌شود. اما به گفته برخی رسانه‌ها این تمرینات مشترک نظامی ایران با نیروهای بحری روسیه و چین در خلیج عمان صورت خواهد گرفت، محلی که چند رویداد امنیتی در آن صورت گرفته و گزمه های نیروهای بحری برخی کشورهای غربی کشته های حامل نفت را در آنجا بدرقه می کنند. توجه نمایید به تازه ترین رویدادهای ورزشی با همکارم حمید رضا بلخی. ریال مادرید در دومین بازی هفته 15 لالیگا مهمان تیم رده 14 آلاوز بود و موفق شد این تیم را با نتیجه 2-1 شکست دهد. در این بازی نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید. شاگردان زیدان در نیمه دوم برای بردن بازی و صدر نشینی پا به میدان گذاشتند و راموس موفق شد در دقیقه 52 دروازه آلاوز را باز کند. دقایقی پس از گل راموس آلاوز صاحب پنالتی شد و لوکاس پریز پشت توپ ایستاد و موفق شد دروازه آراولا را باز کند تا بازی مساوی دنبال شود. در دقیقه 69 ریال مادرید توسط کارواخال به برتری رسید تا 3 امتیاز مهم این دیدار را کسب کند. ریال مادرید با این پیروزی 31 امتیازی شد و به صورت موقت به صدر جدول لالیگا صعود کرد. دو تیم بارسلونا و اتلتیکو مادرید امشب ساعت 12:30 به وقت افغانستان در ورزشگاه پولیتانیوی مادرید به مسافه هم خواهند رفت. چلسی در ورزشگاه استانفورد بریج میزبان وست هام یونایتد بود و نتوانست از صد این تیم عبور کند. شاگردان لمپارد در این دیدار که تیم برتر هم بودند با نتیجه خفیف 1-0 شکست خوردند و 3 امتیاز مهم را از دست دادند. چلسی تا پایان 90 دقیقه نتوانست دروازه حریف را باز کند و لمپارد برابر تیمی که با فوتبال آغاز کرده بود شکست خورد. چلسی با این نتیجه 26 امتیازی ماند و در رده 4 جدول قرار گرفت. نرخ اسعار در بازارهای امروز کشور. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 75 پول، یک یورو 86 افغانی و 60 پول. یک درهم امارات 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 40 پول. هزار روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 499 افغانی. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 7. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 1. سریپول آفتابی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 5. میمنه نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 9. فیض
فیض‌آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 10. تالقان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3. کندوز آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 5. پلخمری آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4. شبرغان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9. و ایبک آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 8. این بود تازه‌ترین رویدادهای خبری که تقدیمتان شد. از همراهیتان سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار.